مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بینندگان عزیز و گرامی، در خدمت شما هستم از یکی دیگر از برنامه های رهنمود سنت. بینندگان عزیز و گرامی، در این قسمت از برنامه مطالب را و مسائل را پیرامون سوگند بیان خواهم کرد و علت بیانش هم این است که امروزه به این موضوع هم توجه نمی شود و مخالفت های بسیار صریح و فراوانی در سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم با این چیزهایی که فعلا انجام می شود دیده می شود. بیشتر مسائلی که ارتباط به سوگند می گیرد در الفاظ و کلماتی است که استفاده می شود. امروز فکر می کنند بعضی ها که سوگند یاد کردن می شود که انسان به هر چیزی سوگند یاد بکنه، به هر چیزی قسم بخوره، به پدر قسم می خورند، به فرزند قسم می خورند، به مادر قسم می خورند، به افراد بزرگ قسم می خورند، به کعبه قسم می خورند، به پیامبر قسم می خورند، به چیزهایی که زیاد هست و افراد و چیزها قسم یاد می کنند. آیا اینها در شریعت اسلامی و در سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم جایگاهی دارد یا ندارد؟ خب بدون شک که اینها ندارند و هر کدام از اینها را انشاءالله توضیح خواهیم داد. اما قبل از این که به این مسائل داخل بشویم، می خواهیم که انشاءالله قسمتهای را دنبال هم در این مورد صحبت بشه و موضوع واضح‌تر و شفافتر به خدمت بینندگان عزیز و گرامی بیان بگرده و هر جایی که مخالفتی با سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم داشت انشاءالله آنها را بیان خواهیم کرد. اول، یکی از مخالفت‌هایی که امروزه متاسفانه بعضی از مسلمان‌ها دارند این است که زیاد سوگند می‌خورند، سوگند فراوان یاد می‌کنند، به هر چیز و ناچیز قسم می‌خورند بدون اینکه توجهی داشته باشند، نام الله سبحانه و تعالی را گرفته و به آن قسم یاد می‌کنند، در حالی که انسان مؤمن و انسان مسلمان نباید این صفت را داشته باشه. این صفت زیبنده یک انسان مؤمن نیست که به هر چیز قسم یاد کند یا فراوان به نام خدا قسم بخورد. اگر برایش گفتی این کاغذ سفید نیست، سیاست، میگه به خدا قسم سفیده. خب چرا قسم میخوری؟ چرا نام الله را میگیری؟ چرا به الله سبحانه و تعالی قسم میخوری؟ به الله قسم که چنین است، به الله قسم که چنین نیست، به الله قسم که فلان کار را میکنم، به الله قسم که فلان کار را نمیکنم و از این قبیل چیزها. برای یک انسان مؤمن قبل از هر چیز این را باید بداند که مناسب نیست که به نام الله سبحانه و تعالی ای بار بار قسم یاد بکنه. الله سبحانه و تعالی در سوره مبارکه قلم آیه 10 می‌فرماید ولا تطع كل حلاف مهین. پیروی انسان‌های خار و ذلیل و بیچاره و بدبخت و انسان‌هایی که حلافند، حلاف یعنی بسیار قسم خورند، بسیار قسم خورند، در اینها را پیروی نکن. این انسانهای خار و انسانهایی که ذلیلند و انسانهایی که پستند و انسانهایی که
آنها بسیار قسم میخورند این شخص این اشخاص را در واقع پیروی نکن. حلاف یعنی بسیار قسم خور. البته علاف اون که یک کسب و کار است، نه آن بحثش شده هست. حلاف یعنی با ها بسیار قسم خور. الله سبحانه و تعالی میگه از این طور افراد پیروی نکن. و همچنین پروردگار سبحانه و تعالی در سوره مبارکه بقره آیت 224 میفرماید ولا تجعل الله عرضه لایمانکم، شما الله سبحانه و تعالی را آماج سوگندها و قسمهای خود قرار ندهید، چرا که انسانی که زیاد قسم بخورد تعظیم و بزرگی و تقدیس نام الله از قلب او بیرون می رود. هی بار بار نام خدا را بگیره، هی بار بار نام الله را بگیره، حتی اگر کلمه راست بگه باز هم قسم می خوره. حتی اگر کلمه راست بگه باز هم قسم می خوره. این کار شایسته یک مسلمان گفتیم که نیست. الله تبارک و تعالی میگه ولا تجعل الله عرضه لایمانکم، الله را آماج سوگندهای خود قرار ندین، نشانه سوگندهای خود قرار ندین، هی بار 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 به نام خداوند قسم نخورید. تعظیم نام الله را داشته باشید. و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، انسانی که شعائر الهی را تعظیم میکند این از و بزرگ داشته شعائر الهی را میکند این از پاکی قلب او هست، این از تقوای قلب او هست که این کار را انجام میده. و الا یک انسانی که قلب او فاسد باشه، انسانی که مشکل عقیدتی داشته باشه، انسانی که مشکل فکری داشته باشه، نام الله را تعظیم نمی کنه، شعائر الهی را تعظیم نمی کنه. پس ای انسان مسلمان، نام الله را تعظیم کن، چون نام الله، چون صاحب این نام بزرگه، صاحب این نام لائق پرستش و لائق تعظیم و تقدیس هست، پس او را تعظیم کن و هر چیز و ناچیز نامش را نگیر. حتی شما، اگرچه این مثال برای وضاحت فکرها است تا اینکه فکر باز بشه، یک فردی که بسیار بزرگه، یعنی یک مقام خلاصه داره، اگر به طور بسیار مثلا یک پادشاه، یک رئیس جمهور، ای بار بار بدون احترام، بدون تعظیم و بدون تقدیسی که به نام او به هر حال باید افراد داشته باشن، انتظار داره که نام او را داشته باشن، با بی احترامی نام او را بیان بکنی، این یک چیز بسیار بدی حساب میشه، یک چیزی که خلاف ادبه. حتی به یک انسانی که از انسان بزرگتره، سن بزرگتری داره از شخص، نام او را ای بار بار گرفتن و به او بی احترامی کردن یک چیز عیب شمرده میشه. حتی در بعضی از مناطق مثلا هست که در میان فارسی زبانها، در بعضی از مناطق که بنده دیدم، اگر شخص والدین خود را به نام اونها صدا کنه خیلی چیز بدی حساب میشه و نام او را با بی احترامی نام پدر و مادر را بگیره، باید به او پدر جان بگه، مادر جان بگه، حالا با الفاظی که در هر جا فرق میکنه. به هر صورت این مسائل را باید توجه داشته باشین. نام الله سبحانه و تعالی صاحب این نام بزرگه، باید تعظیم و تقدیس کرد. هی بار بار نام او را گرفتن، هی بار بار بی احترامی کردن به نام الله سبحانه و تعالی، این بسیار بده، بسیار زشته. و همچنین ما در روایات داریم که مثلا افرادی که دوکان دارن، افرادی که به هر حال خرید و فروش دارن در داخل بازار، افراد بازاری، متاسفانه بعضی از اینها حتی به راست و دروغ هم که شده قسم میخورن، قسم میخورن، سوگند میخورن. از او پرسان کنه همین قلم قیمتش چنده، میگه به خدا قسم پنج ریال یا پنج افغانی یا پنج تومان. ای قسم میخوره، از دروغ قسم میخوره. خود چرا قسم میخوری؟
نام الله سبحانه و تعالی را میگیره و نام الله را در واقع چون در قلب این انسان جایگاه الله سبحانه و تعالی و احترام پروردگار و تعظیم الله نیست ای بار بار قسم میخوره. ورنه انسانی که خدا را درست بشناسه، انسانی که تعظیم پروردگار احترام الله سبحانه و تعالی در قلب او باشه، چون انسانی که الله را بشناسه تعظیم الله را میکنه، تقدیس الله را میکنه، نام او را به خیلی آسانی ها نمیگیره. شما اگر توجه کرده باشین انسان ها و افرادی که عابدن، انسان هایی که الله خدا را درست شناختن، عالمن و عابدن، نه که عابد تنها باشن مثل عابد هایی که امروزی بعضی ها هستن که علم اصلا ندارند، نه هم عالمن هم عابد هستن، نام الله را به خیلی خیلی آسانی ها نمیگیرن. اگر بگیرن با خیلی احترام، با خیلی تعظیم و با خیلی تقدیس نام الله را میگیرن، چون الله را شناختند، الله را میشناسند تا حد توانشان. حالا این افرادی که به هر حال داخل بازارها اکثرا متاسفانه این مشکل هست، نمیگوییم که همه با این مشکل هستند، ولی هستند، افراد فراوان بنده دیدم، یعنی با خیلی چیزهای عادی، با خیلی چیزهای پیش پا افتاده نام الله سبحانه و تعالی را خار میکنند. ای نام الله را میگیره، ای نام الله را میگیره. پیامبر صلی الله علیه و سلم در مورد افرادی که در خرید و فروش، در معاملات نام الله را هی بار بار میگیرند، پیامبر علیه السلام میفرمایند که این قسم ها ممحقت للبرکه، برکت را از بین میبره. این حدیث را امام بخاری روایت کرده، حدیث شماره 2087. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند این قسم هایی که در معاملات استفاده میشه، که اگرچه بعضی از علما میگن این قسم دروغ یا سوگند دروغ هست که شخص در معاملات میخوره، خب هم برکت را از بین میبره و هم حرامه، فریبه، یک شخص را فریب بده از دروغ قسم بخوره. حالا اگر این که قسم راست هم باشه جایز نیست. نام الله را بار بار گرفتن در یک چیزی که خیلی عادی هست، یک قلم را از او پرسان بکن با یک قیمت بسیار پایین، در اون هم قسم میخوره، نام الله را میگیره، در حالی که شخص سخنش را قبول میکنه. چرا شخص سخنش را قبول نکنه وقتی نام الله گرفته شده؟ اما با آن هم نام الله سبحانه و تعالی را میگیره و نام الله تبارک و تعالی را هی بار بار به الله سوگند میخوره و به الله قسم یاد میکنه. و گفتیم که این برکت را از معامله بر میداره، برکت را از این چیزی که فروخته بر میداره، برکت در این باقی نمیمانه. چرا؟ چون در واقع تعظیم و تقدیس نام الله تبارک و تعالی را نکرده و احترام به نام الله نداشته و به یک چیز بیارزش. حالا اگر با ارزش هم باشه، وقتی ما میگیم بیارزش به این معنا نیست که اگر چیزی با ارزش یعنی پول بسیار فراوانی داشت، مثلا میلیون ها، میلیارد ها، بالاتر از اینها، اصلا کل همین دنیا در مقابل نام الله ناچیز است، هیچ حساب نمیشود. حتی اگر میلیارد ها هم باشد، حق نداریم که ما نام پروردگار را دروغ به دروغ ببریم و قسم بخوریم برای مشتری تا این که بار ما را، تا این که آن چیزی که ما داریم، متاع و بهره‌ای که داریم در اینجا، آن چیزی که داریم، کالایی که داریم، آن را از ما بخره، از ما آن را بگیره. چی نیازی داریم که نام الله را بگیریم؟ ای بار بار قسم بخوریم به نام الله. متاسفانه این در میان بعضی از افراد هست، بعضی از دکاندارها متاسفانه هست، بعضی از افرادی که خرید و فروش میکنن، حالا دکاندار باشن یا غیر دکاندار، متاسفانه که این مشکل هست. امید است که برادران عزیز ما و بینندگان گرامی با به این موضوع توجه بکنن، نام الله سبحانه و تعالی را هی بار بار قسم نخورند به چیزی که در واقع بی ارزش است. و گفتیم کل این دنیا در مقابل نام الله سبحانه و تعالی به اندازه پشیزی هم ارزش نداره و مقام و مرتبه نداره. پس بناً احترام نام الله را گرفته و با آن توجه داشته باشیم. اجازه بدین که یک میان برنامه بگیریم، بعدا ان شاء الله موضوع دیگر را به خدمت شما بیان خواهم کرد. حضرت پیغمبر خدا به حضرت عایشه چقدر محبت دارد، لذا روزی که روزی حضرت عایشه فرمان روایی و مملکت و پادشاهی و ملک من چیز زیاد نمیشه. خداوند و رسولش فرموده اند
به اتمام رسیده باشد. حدیث نواس ابن سمعان. اجازه بدید قبل از اینکه این حدیث رو بیشتر باز کنم. به سال حق ندای حقیقت. و یحق الله الحق بکلماته ولو کره المجرمون. و الله به فرمان خیش حق را تحقق می بخشد هر چند برای مجرمین ناخوشایند باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. بینندگان عزیز و گرامی، باز هم در خدمت شما هستم از ادامه برنامه. قبل از میان برنامه گفتم که نباید انسان مؤمن با نام الله سبحانه و تعالی به احترامی بکنه و باید تعظیم نام الله تبارک و تعالی و تقدیس نام الله در قلب انسان مؤمن باشه و از دروغ قسم نخوره، یا حتی راست بی مورد در هر جا و بی جا هی بار بار نام الله سبحانه و تعالی رو در زبان نگیره و قسم نخوره. اما اگر شخصی به نام الله قسم خورد، چون ما گفتیم باید انسان تعظیم نام الله را داشته باشه، آیا باید سخنش را پذیرفت یا سخنش را رد کرد؟ حالا شخص قسم خورد برای شما که به خدا قسم من این کار را انجام دادم یا این کار را انجام ندادم، آیا شما به خاطر که نام خدا را گرفته سخنش را باور میکنید یا سخنش را رد میکنید؟ ما در این مورد حدیثی داریم در صحیح بخاری که این حدیث را به خدمت شما روایت میکنم. حدیث از حضرت ابی هریره رضی الله عنه روایت شده که میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند رأى عیسی ابن مریم رجلا یسرق. حضرت عیسی علیه السلام یک مرد دید که دزدی میکنه. دید حضرت عیسی علیه السلام، گمان نکرد، دید، با چشم خود دید که همین نفر چیزی را داره دزدی میکنه. بعد حضرت عیسی علیه السلام به او گفت که اسرقت؟ آیا دزدی کردی؟ چیز را دزدیدی؟ قال کلا والله الذي لا اله الا هو. گفت نه به خدا، به خدا قسم، به اللهی که به الله شرکت قسم خوردن، به اللهی که غیر از او دیگه معبود بر حقی نیست، ندزدیدم چیزی را. حضرت عیسی علیه السلام چی گفت؟ فقال عیسی آمنت بالله و کذبت عینی. گفت به خدا قسم، گفت که حضرت عیسی علیه السلام گفت به خدا ایمان آوردم، به خدا ایمان دارم، چشم خودم را تکذیب میکنم، آن چی دیدم حتما چشم من دروغ دیده. خب اینجا را توجه کنید، این نکته را. حالا این که این فرد دزدی کرده یا نکرده آن بحث جدایست. حضرت عیسی علیه السلام دید که این دزدی میکنه. وقتی حضرت عیسی علیه السلام از او پرسان کرد که تو دزدی کردی، گفت نه به خدا دزدی نکردم، نام خدا را گرفت. چون نام الله را گرفت و قسم به نام اللهی که غیر از او معبود بر حق دیگری نیست گرفت، حضرت عیسی گفت آمنت بالله و کذبت عینی، به خدا ایمان آوردم، قبول دارم چشمم حتما دروغ دیده، چشم من دروغ دیده، چشم خودم را تکذیب میکنم، چشمم دروغ دیده. این حدیث در صحیح بخاری آمده، حدیث شماره 3444. این از ایمان، بینندگان عزیز، این از احترام به نام الله. بعضی ها شکایت دارند از برادران و خواهران و مسلمان ما، میگویند که وقتی ما قسم نخوریم کسی حرف ما را قبول نمی کنه. اولا این که باید قبول بشه حرف یک مسلمان، یک مسلمان بعیده که دروغ بگه، از یک مسلمان بعیده که دروغ بگه، اولا باید قبول بشه. ثانیا حتی بعضی ها شکایت از این دارند که ما نام خدا را میگیریم، قسم میخوریم، باز هم قبول نمی کنه. یک مسلمان قبول نمی کنه. حالا فرق میکنه افراد، بعضی افراد هستند که واقعا چنینند، از دروغ قسم میخورند، همه افراد اونها را میشناسند، واضحه. اما یک فردیه که شما بر او اطمینان دارید، بر او اطمینان دارید که او نام خدا را از دروغ بر زبان نمیگیرد، بر او اطمینان دارید که دروغ نمیگوید، بر او اطمینان دارید که به نام الله تعظیم قائل است،
نام الله را تعظیم می کند، نام الله را تقدیس می کند. به محض ای که نام خدا را گرفت باید قبول بکنید. حتی معلوم نیست که این فردی که با حضرت عیسی علیه السلام بود چی نوع فردی بوده. حالا اینکه اصلا یک انسانی بوده که به هر حال سارق واقعی بوده، به هر حال، ولی حضرت عیسی علیه السلام به محض ای که نام خدا را گرفت گفت به خدا من این کار را نکردم، دزدی نکردم. حضرت عیسی علیه السلام نگفت که تو دروغ میگی، دروغ میگی، من دیدم با چشم خود. گفت نه، آمنت بالله و کذبت عینی، و الله ایمان آوردم و حتما این چشم من دروغ دیده، چشمهای خود را تکذیب میکنم، دروغ چشمهای خود را دروغ میشمارم که شاید چشمهای من اشتباه دیده. سبحان الله، این ایمان است که باید در قلب هر مسلمان باشه، این تعظیم و تقدیسی است که در قلب هر مسلمان باید وجود داشته باشه، و انسان به نام پروردگار عزوجل باید احترام قائل بشه، نام الله را باید تعظیم بکنه، نام الله را باید بزرگ بشماره، نام الله سبحانه و تعالی را باید به محض ای که گرفته میشه در مقابلش ساکت باشه، در مقابلش کاملا تسلیم بشه، نه این که نام خدا گرفته بشه و او به نام خدا نعوذ بالله به احترامی بکنه و توجهی به نام خدا نداشته باشه. این هم موضوعی بود که متاسفانه در میان بعضی از افراد معلوم میشه که این هم نشأت میگیره از این که به نام خدا احترام ندارن، این هم نشأت میگیره از این که الله را نمیشناسن، چون وقتی انسان الله را نشناسه به نام او هم احترام قائل نیست، اما وقتی انسان الله را بشناسه به نام او هم احترام میگیره، به نام او هم نام او را تقدیس میکنه، به نام او تعظیم داره، احترام داره، و برای خودش اجازه نمیده که نام خدا گرفته بشه، اما او به نام خدا به احترامی بکنه یا سخن طرف مقابل را نپذیره. پس بنابراین دو موضوع در این برنامه بیان شد. اول این که انسان نباید زیاد قسم بخوره، این خلاف قرآن هست و خلاف سنت پیامبر هست. باید انسان زبان خود را حفظ بکنه، واحفظوا ایمانکم، الله میگه شما قسم های خود را حفظ بکنید، هی بار بار قسم نخورید، متوجه قسم های خود باشید. و ثانیاً وقتی کسی نام الله را گرفت در مقابل نام الله تسلیم بشیم، در مقابل نام الله کاملا با احترام و با تعظیم باشیم. کسی که نام خدا را قسم میخوره سخنش را بپذیریم و قبول بکنیم. الله تبارک و تعالی برای من و شما توفیق عمل عنایت بکنه و تعظیم نام الله در قلبهای ما بیایه، الله را درست بشناسیم. الله تبارک و تعالی برای ما تا حد توان بندگی ما، برای ما الله سبحانه و تعالی معرفت و شناخت خود را نصیب بکنه که او را درست بشناسیم، و همچنان الله متعال برای ما توفیق بده که این احترام و این تعظیم نام الله در قلب ما جای بگیره و باعث بر این بشه که سخنان دیگران را به محض اینکه نام خدا را میگیرند قبول بکنیم. تا برنامه دیگر که انشاءالله باز هم ادامه همین موضوع هست، که در واقع ادامه بحثی است که به چه چیزها می شود قسم خورد و به چه چیزهایی نمی شود قسم خورد، انشاءالله مطالب را به خدمت شما در برنامه آینده بیان خواهم کرد. تا برنامه دیگر همه شما را به الله پاک بی همتا می سپارم. الله سبحانه و تعالی یار و مددکار همه من شما باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.